مرجعیت شیعه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مدزلو سخنانی را به مناسبت ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و امام جعفر صادق علیه السلام در درس خارج فقه خود ایراد فرمودند حضرت آیت الله عظما شیرازی در ابتدا با قرائت آیه کریمه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نزیرا فرمودند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله علی بشارت دهنده بودند که یک ظالم وجود نداشته باشد، یک گرسنه وجود نداشته باشد و همگان از نعمت‌های زمین و آسمان بهره شوند و انذار دهنده بر ظالمان بودند و هر دو مورد را علنی ساختند. معظم الله در ادامه افزودند در تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله علی دو مورد بی‌نظیر است. اول زجر و آزار دیدن ایشان از داخل و خارج از حکومتشان و دوم برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با دوست و دشمن که بشیر و نظیر بودن را به صورت بیمانند در بر گرفته بود مرجع به عنوان نمونه با اشاره به ماجرای ترور پیامبر در حادثه عقبه بیان کردند عکس عمل پیامبر بی‌نظیر است ایشاد نه تنها آنان را بخشیدن بلکه به حذیفه که جنایتکاران را شناخته بود دستور دادند آنان را معرفی نکنند. اما در دنیای امروزی اگر حاکم حکومتی مورد ترور قرار بگیرد با عاملان جنایت چه برخوردی خواهد داشت؟ آیا غیر از اعدام حکم دیگری صادر می کند؟ اما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی آنان را هیچ گونه محاکمه و یا توبیخی نکردند. دنیا باید از این عملکرد الگو بگیرد زیرا تمام این نگون های امروزی مردم دنیا به علت دوری از سیره پیامبر صلی الله علیه و است ایشان همچنین به کشورهای غیر اسلامی توصیه کردند که اگر منادی آزادی و حقوق بشر هستید بیایید از پیامبر اسلام صلی الله علیه و بیاموزید تا موفق باشید ایشان در پایان با اشاره به ناشناخته ماندن سیره پیامبر اکرم برای جهانیان و مظلومیت ایشان در این زمینه معرفی چهره واقعی پیامبر صلی الله علیه و آله علی به جهان را یک وظیفه همگانی معرفی کردند و از همگان خواستند که با بهرهگیری از تمام وسایل و رسانه های اجتماعی در از بین بردن مظلومیت رسول اکرم کوشا باشند.